بر اساس گزارشی که پیش از این مرکز پایگاه داده های پایگاه داده باز ایران منتشر کرده بود، بر اساس همین اطلاعات رسمی که منتشر میشه، ما از سال 92 تا 98 یک روند نسبی کند کاهشی داشتیم که این روند کند شد در سال 97 به 98 و افزایشی شد در سال 98 و افزایشی شد در سال 99، به این معنا که به هر حال تلاش هایی که داشت میشد در جهت جلوگیری از ازدواج کودکی، گرچه که نتیجه بخش به معنای واقعیش نبود، اما به هر حال داشت اون روند رو کند میکرد. اما تا زمانی که عوامل اصلی ازدواج کودکی، یعنی مسائل فرهنگی و اقتصادی، پابرجا باشه، که ما در سال به خصوص 98-99 علاوه بر مسئله تحریم ها، علاوه بر فساد، ناکارآمدی و بحث کرونا رو هم داشتیم که به شدت شرایط اقتصادی رو سخت‌تر کرد برای خانواده ها، ما نمیتونیم شاهد توقف این روند باشیم. در کنار این، اونچه که ما به صورت حکومتی و ساختارمند برای ترویج ازدواج به صورت کلانش با تاکید بر ازدواج های کودکان داریم و آموزش هایی که در این زمینه داده میشه و حتی متاسفانه آموزش هایی که به صورت غیر مستقیم توسط حتی مثلا نمایش های ظاهرا طنز خانگی در شبکه های غیر رسمی که پخش میشه، هم چون این مسائل ترویج و تبلیغ میشه، به هر حال این تلاش هایی که انجام میشه، هشدار هایی که داده میشه، نمیتونه کاملا موثر باشه. من این رو میذارم در قالب اون نظام مردسالار و البته ایدئولوژیکی که حاکم هست، و ما تاکیدم روی ایدئولوژیک نیست، به خاطر اینکه این شرایط در کشورهای دیگری هم که لزوما به این شکل ما ایدئولوژیک نیستن اتفاق میفته. تو این نظام خب تسلط مرد بر زن و بر افراد گروه های در حاشیه گروه هایی که ظاهرا قدرت کمتری دارند، حالا اقلیت یا از لحاظ قدرتی در حاشیه هستند، باید وجود داشته باشه و این قدرت به نوعی به مخاطره افتاده. با افزایش سطح آگاهی زنان، وقتی که با دانش از دانش بهره مند میشن و وارد عرصه اجتماعی میشن، خب این در دوران کودکی امکان این تسلط بالاتر است. برای همین به نظر من اون نگاه مردانه، نه فقط مردان، تسلط داره و تلاش میکنه که جلوی از دست دادن قدرتش رو بگیره و یکی از ابزارهاش همین هستش.